أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران وخواهران عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان بحث امروز ما بزرگترین اشتباه هر انسان در زندگی خود مرتکب اشتباهات فراوان میشه هر انسانی که هست در هر سرزمینی که زندگی میکنه اما یک اشتباه هست که این اشتباه قابل جبران نیست و این اشتباه هیچ گونه توجیه نداره و او اشتباه کدام اشتباه هست او اشتباه نخواندن قرآن عظیمشان شان هست. با دو دلیل دلیل اول دلیل اول است که انسان با وجود شنیدن کلمه قرآن عظیم شان و او انسان هر انسانی که هست اگر دکتر هست اگر انجینیر هست اگر گلکار هست اگر موچی هست اگر فلمبردار هست اگر فیلمساز هست اگر رقاصه هست اگر نجار هست اگر دوست هست اگر مسلمان هست اگر کافر هست اگر منافق هست اگر یک آدم مذاقی هست و یا یک آدم ورزشکار هست هر انسانی که هست با هر پیشه و کاری که مشغول هسته این انسان اگر قرآن نخوانده و قرآن نمیخوانه در حقیقت این انسان بزرگترین اشتباه را مرتکب شده چرا زیرا قرآن یک کتابی هست که متفاوت هست با دیگر کتاب ها یک کتابی هست که شیرین هست اما ای را باید بدون تعصب این قرآن بخوانه یک دلیل و دلیل دوم که قرآن کلام الله هست کلام خالق جهان هستی هسته و ای در روشنی قرآن ای ثابت میشه که ای قرآن کلام الله هست و ای قرآن کتابی هست که اصلا ده ای دست نخورده و ای را در روشنی قرآن عظیم انشان شاء الله ما خواد در کردیم که قرآن به مو شکلی که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم روان شده بود به دسترس ما قرار داره آیات متعددی در قرآن عظیم نسبت به این مسئله وجود داره و چیزی که جالب هسته هر کتابی که چلنج داده باشه و بشریت در طول تاریخ گفته باشه که بیاین شما و این چلنج باشه براتان تا روز آخر زمان او کتاب قابل خواندن هسته قرآن عظیمشان 1400 سال پیش بر بشریت و بر جنیات ای چلنج داده و این چلنج در قرآن عظیمشان وجود داره خداوند مطال در قرآن عظیمشان در سوره اسرا در آیت 88 می فرماید قل این اجتماعات الانس والجن على لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو اگر انس و جن گرد آیند بران که همانند این قرآن بیاورند همانند آن نخواهند آورد هرچند برخی از آنان یاور برخی باشند باز خداوند متعال در قرآن عظیمشان شان در سوره تور در آیت سی و چار می فرماید این صادقین. پس اگر راست گویند باید سخنی مانند آن بیاورند با این مانا که یک تیداد انسان ها به گونه میخوان اعتقاد مردم از ضعیف سازن و دروغ میگن نسبت به حقانیت قرآن عظیمشان و مردم به شکل از قرآن دور میسازن اینا در حقیقت دروغگو هستن دروغ میگن و میخوان اعتقاد مردم از ضعیف سازن در قدم دوم اکثریت مردم قرآن نخوانده هرگاه یک نفر قرآن خوانده باشه و دقت کرده باشه دروغی که نسبت به قرآن گفته میشه این انسان میفهمه که دروغ هسته باز قرآن از شان چالنج میته و خداوند متعال میفرماید در سوره هود آیه 13 ام یقولون افترا قل فأتو بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا میگوین این را از خود بافته هست بگو اگر راست میگویید شما هم ده سوره به با هم بافته مانند آن بیاورید و غیر از الله هر کی را می توانید بتلوید ده سوره گفته بیارین چلنج هسته و در طول تاریخ انسان وجود داشتن کی کار کردن اما خجالت شدن شرمیدن هم در دنیا ذلیل شدن و هم در آخرت اینا بدون شک به کیفر خداوند متعال اینا مبتلا میشن به حضاب خداوند متعال اینا مبتلا میشن چهارم باز خداوند متعال در سوره یونس در آیه سی و هشت میقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین آیا آنها میگویند این را به دروغ نسبت داده است بگو اگر راست میگویید پس یک سوره همانند آن بیاورید و جز الله هر کی را می توانید به یاری بخوانید البته در آیت قبلی ده سوره گفته شده بود در این آیت یک سوره اگر ده سوره آورده نتانسته یک سوره بیاره یعنی کم ساخته مشکل کم ساخته کسایی که در صدد ساب ساختن از هستند که گویا قرآن کلام الله نیست کلام بشر هست اینا رو برشان میگه که شما یک سوره بیارین و یک سوره قرآن عظیمشان کوتاهترین سوره در قرآن عظیمشان سوره کوسر هسته که سوره 108 قرآن عظیمشان هست سه آیه داره فقط سه جمله ها. سی، سی آیه هست سه سنتنس به اصطلاح انگلیسی اینمی یک چالنج هست اگر امروز یا فردا کسی پیدا شوه که سه آیه بیاره مثل قرآن عظیمشان بسازه جنیات و, و انسان ها با هم یک جای شون اگر سه, آیه بسازه در حقیقت اینا ثابت می که قرآن کلام الله نیست اما این چالنج وجود داره تا آخر زمان وجود داره و هیچ کس قادر نیست که ای کار بکنه باز خداوند متعال در سوره بقره در آیت 23 و 24 می فرماید